میدونستی اینکه بچه چندومی میتونه پیشبینی کنه که قراره با کی ازدواج کنی؟ نه بابا. یه مشاور خانواده به اسم دکتر جان کرتس چندین زن و شوهر مختلفو بررسی کرده. میگه موقعیت تو خانواده، یعنی بچه اولی، وسطی یا آخر، بهت میگه قراره با چه جور شخصی ازدواج کنی. بی خیال. کلی دانشمند و روانشناس روی میلیون ها خواهر برادر تحقیق کردن. متوجه شدن کدوم بچه ها با هم سازگارترن و ازدواج های موفق تری دارن. این به کارم میاد. بچه کوچیکه اگه میخواد ازدواجش جواب بده، باید با یکی بره زیر یه سقف که بزرگترین بچه خانواده است. بیشترین آمار طلاق هم واسه بچه های آخر وقتیه که با یه تعتقاری دیگه ازدواج میکنه، چون روانشناسا فهمیدن بچه های آخر عادت دارن که مسئولیتاشون رو بندازن گردن بقیه. حالا فکر کن دو تا آدم اینجوری با هم ازدواج کنن، همه چی به هم میریزه. بهترین گزینه واسه بچه وسطی یا بچه‌های آخرن. بچه‌های وسط پایدارترین ازدواج‌ها رو دارن چون با شرایط مختلف کنار میان، ولی احساساتشون رو تو خودشون می‌ریزن. پس اگه با یه بچه وسط دیگه ازدواج کنن جالب نمیشه. بچه‌های آخر لینکمو بکشن بالا. دخترو البته. بهترین گزینه ازدواج واسه بچه‌های اول بچه‌های آخرن. ولی دانشمندا گفتن اگه تو بچه اول خانواده‌تی به هیچ عنوان نباید با یه بچه اول دیگه ازدواج کنی. خیلی بحثتون میشه چون جفتتون کمالگرایین و دوست دارین که کارا طبق خواسته خودتون پیش برن. کلی با هم دعوا میکنید و احتمالاً آخرش هم طلاق میگیرید. منطقیه. واسه تک فرزندا بیشترین احتمال طلاق وقتیه که با یه تک فرزند دیگه ازدواج کنن. چون تک فرزندا عادت دارن همه توجه رو خودشون باشه. حالا فکر کن جفتشون انتظار دارن تو مرکز توجه باشن. جفتشون هم نمیتونن. قانون اول ریل زدن، هیچ وقت با یکی که موقعیتش تو خانواده عین توئه دوست نشو.